سال گذشته وقت گریس جاناتان 22 ساله آگه شد که گرفتار ویروس HIV است، میخواست خودکشی کند. پدری فرزند آیندهش نیز بعد آگهی از گرفتاری این خانم از هر گونه مناسبت با او خود را کنار کشید. زمان پدرم را از گرفتاریم آگه کردم. او گفت همه را به خدا سپر. پدرم مشورت داد که منظم دارو بگیرم، زیرا دارو مهم است و اگر گرفتن آن را قطع کنم مشکلی هایم بیشتر می شود و اگر دستورها را اجرا کنم همه چیز خوب خواهد بود. از این رو منظم دارو می گیرم. با شرافت مصلحت خوب پدر و آگاهی سری وقتی از گرفتاری، فرزند این خانم حالا 8 ماهه شده است و طبیبان در تن او ویروس HIV را پیدا نکردند. جاناتان هر ماه به عیادت طبیبان رفته برای خودش و فرزندش دارو دریافت می کند. ویروس HIV امکان دارد از مادر به فرزند اثنای حمل، زایش و یا استعمال شیر مادر سرایت کند. من به فرزندم دارو می دهم تا او را از گرفتاری حمایت کنم. من به او شیر مادر می دهم و نمی خواهم به این وسیله برایش مشکل ایجاد کنم. متاسفانه هر طفل مثل فرزند جاناتان خوشبخت نبوده است. در نیجریه حالت های سرایت HIV در میان کودکان رو به افزایش بوده، طبیبان به ضرورت دخالت فوری اشاره می کنند. طبق آمار رسمی در نیجریه 2 میلیون گرفتار HIV سپید به سر می برند. از این بین تخمیناً 22 هزار طفل از مادر گرفتاری ویروس شده است. سازمان های غیر دولتی شبیه بنیاد مبارزه با سپید کودکان تلاش دارند از حساب تشخیص بر وقت زنان حامله و تقدیم تست های فوری از این روند ناگوار جلوگیری کنند. 77% حالت های نوی سرایت از اون سبب به وقوع پیوسته است که زنان در دوره حمل و تقدیم شیر مادر به فرزند از استعمال منظم داروهای ضروری خودداری کردند. سالهای اخیر پاندمی کووید-19 در مرکز توجه قرار داشت و سرمایه گذاری خارجی مبارزه با HIV کاهش یافته بود. سال روان نیجریه بنیاد نو مبارزه با HIV سپید تنظیم نمود که مبلغ معادل 150 میلیون دلار در اختیار داشته، یکی از هدفهای اساسیش جلوگیری از سرایت این ویروس از مادر به فرزند است.